جنگ جهانی با این عکس تموم شد و اون آدم کت شلواری توی تصویرم مهمترین شخصیتی که تونست این جنگ خونین رو تموم کنه اون کیه الان معرفیش میکنم. این تصویری از ناو میسوری آمریکاست که مقامات ژاپنی در حال امضای سند تسلیم بی قید و شرط به آمریکا هستن. اون آقا کت شلواری نقش اول این عکسی که بهش اوپنهایمر میگن که تازگی کریس نولان هم یه فیلم در موردش ساخته. داستان فیلمو دیگه همه میدونن، زندگی نامه مرد اتمی دنیاست که به پدر بمب اتم معروفه. جی رابرت اوپنهایمر نابغه دنیای فیزیک بوده، هم عصر با انیشتین هم بوده. نولان واسه ساختن این فیلم 100 میلیون دلار هزینه کرده که البته کمتر از بودجه فیلم تنت با 225 میلیون دلار که از همه فیلمایی که ساخته ارزان‌تره. و جالبه بدون که تحلیلگران بزرگ میگن این بهترین فیلم تاریخ دنیاست. تو این فیلم نولان مثل همیشه از انفجار واقعی استفاده کرده تا ما رو منقرض نکنه، ایشون دست نمیکشه. جالبه بدونید اوپنهایمر توی زندگی واقعیش بر اثر مصرف زیاد سیگار و در نهایت سرطان ریه فوت شده و تو این فیلم هم بازیگر هی داره سیگار میکشه تا کیلیان مورفی رو با دود نکشن ول نمیکنن. نکته جالب دیگه در مورد اوپنهایمر اون حس از وجدان است که تا آخر عمر باهاش بود و علت سیگار کشیدن زیادش هم همین. راستش میگن با استفاده از بمب اتم مخالف بوده و بعد از بمباران ژاپن اظهار پشیمونی هم کرد، ولی چه فایده. به همین دلیل تمام تلاشش رو کرد تا جلوی توسعه برنامه اتمی امریکا برای تولید بمب هیدروژنی رو بگیره. به همین دلیل یه مدت هم بردن زندان، کلا از مجوز امنیتیش هم لغو کردن. یه کلکلی هم با انیشتین سر ساخت بمب اتم داشته. یه روز رهبر پروژه منهتن بوده و یه روزی هم تو تنهایی توی خونش جون داده. اوپنهایمر جز اینکه یه بمب اتم واسه امریکا ساخت، کلی هم دستاوردهای بیادماندنی توی فیزیک داره، مثل نظریه الکترون‌ها و پوزیترون‌ها، فرآیند اوپنهایمر فلیپس در همجوشی هستی و کلی مسائل فیزیک روز دونه که جاش نیست اینجا بگم. من موندم تولید بمب واسه کشتن آدمو چه افتخاری داره؟ چرا هی فیلم میسازن؟ چرا هی واسه ساختن بمب برای خودشون کف میزنن و همه رو تشویق میکنن؟ به سوال اصلی اینه چرا آمریکا که خودش این همه بمب اتم داره نمیذاره بقیه کشورا من جمله ایران بمب اتم داشته باشن و میزنه دانشمنده اتمی رو یکی یکی از میدان به در میکنه؟ نظر شما چیه؟شاید باورتون نشه دنیا رو داره دو تا خانواده آلمانی میچرخونه. بقیه خانواده سو تفاهم بیش نیستن. اولیش خانواده روتشیلد هستن، یه خانواده از تبار آلمانی های اشکنازی که فعالیت بانکداریشون رو از قرن 18 استارت زدن و خلاصه هرچی بانک تو دنیا میبینی یه سرش به تنبون اینا وصله. معنی فامیلیشون هم میشه پلاک قرمز. بله، چرا که قدیما تو فرانکفورت به جای عدد از رنگ توی پلاک استفاده میکردن. جالبه بدونید خانواده روتشیلد با دومین خانواده بسیار قدرتمند دیگه فامیلن. دومین خانواده پرقدرت دنیا خانواده ونیزر هستن. کیان اینا؟ همین ملکه الیزابت، چارلز و برو بچه روبه مکار و اینا. خاندان سلطنتی انگلیس در حقیقت آلمانی تبارن. خاندان سلطنتی بریتانیا قبلا فامیلشون ساکس کوبرگ بوده که با شروع جنگ جهانی اول ماستاشون رو کیسه کردن و ترسیدن کلا عوض کردن. ولی ساکس چی آخه؟ آدم یه چیزای بد. این خاندان چندین کشور و دریا و هوا و زمین و اینور اونور زیر مجموعه خودشون دارن. قشنگ کنترل کل دنیا دستشونه. سومی خانواده، خانواده راکفلر هستن که نفوذ زیاد تو صنعت، سیاست و بانکداری آمریکا دارن. بنیانگذار این ثروت هم کسی نیست جز جان دیویس راکفلر که تو قرن 19 این بنیان رو کوبید. ساختمون دارن مثل میخ وسط نیویورک. ولی به هر حال این سه تا از همه قوی ترن. به نظرتون چهارمی خانواده پرقدرت دنیا کدوم خانواده است؟ این پایین بنویسید. بالا گرفتن درگیری و دعوای دو کشور آذربایجان و ایران از یه خانم آقای شروع شد که زنه ول کرد رفت. آقا هم با اسلحه اومد داخل سفارت آذربایجان. هر چی گفتن آقا تو زنت به ما چه، گفت من این حرفا نمیفهمم، زارت زد آدم کش. حالا آذربایجان هم گفت ما نمیخوایم. سفیر ایران و ساکش زدن زیر بغلش گفتن برو. حالا الان هم دارن شخشونه نظامی میکشن. الان سوال اینه که دو کشور چه برتری نظامی نسبت به هم دارن. اول از همه بگم که نیروی هوایی ایران بعد از تحریم‌های شدید بسیار فرسوده است در مقابل نیروی هوایی آذربایجان به لطف ترکیه و اسرائیل یکم مدرن تره. ایران اکثر هواپیمای جدیدش روسیه و آذربایجان آمریکاییه. البته در مقابل ایران پهپادهای خیلی قدرتمندی داره که همرده آمریکاست. اما در بخش نیروی زمینی ایران به مراتب از نیروی نظامی بیشتری بهره میبره. ادوات نظامیشون هم تا حدود قوی تره و از تانک و خودروهای زرهی بهتری برخورداره. در بحث دریایی اطلاعات خاصی در دسترس نیست، ولی ایران میتونه از نیروی دریایی کشورهای متحد مثل روسیه بهره ببره. مهمترین بخش موشکیه.
این چند سال ایران یه جوری ثابت کرد که توان موشکی قوی داره. موشکای بالستیک دوربرد و کوتاه‌برد تعدادشون هم کم نیست. میتونه با تعداد موشکی که داره چند بار آذربایجان رو شخ بزنه. ما طرفداری نمی‌کنیم، ما اینا رو واقعیت میگم. ان شاءالله هم چه اتفاقاتی نیفته. ولی خب بالاخره توان نظامی در مقابل پدافند آذربایجان هم قدیمیه. توان مقابل رو واقعا نداره. چون موشکای ایران اکثرا سوپرسونیک یا بالستیک هستن. در مقابل اما ایران باور 373 رو داره که قدرتمندن، اما لب مرز آذربایجان نیستن. البته توان موشکی آذربایجان هم کم نیست. اونا موشکای هایپرسونیک لورای اسرائیلی رو دارن که چون قابل حمله رهگیریش کار ساده ای نیست. البته برد این موشک 430 کیلومتره و نهایتاً شمال ایران رو درگیر میکنه، ولی یه برتری بزرگی داره و اونم امکان هدایت ماهواره‌ای که موشک رو دقیق‌تر میکنه. موشکی که گفته میشه به مراتب از موشکای ایرانی قوی‌تره. به علاوه آذربایجان موشکای مثل اکسترا و پی‌آر‌جی رو داره که در تعداد بالا میتونه پدافند ایران رو گمراه کنه و به خاک ایران برسه. ولی من که میگم خدا کنه هیچ وقت جنگ نشه، ما دیگه واقعا تحمل این یکی رو نداریم بعد از این همه مدت. تو چی میگی؟ میخوام امروز کشوری به تو معرف کنم که بهشت چند همسریه. قشنگ مردم میتونن بدون مشکل تا 4 تا زن بگیرن، 5 هم بشن تیم بردارن. چه مرگتونه؟ با همون یه دونه کارت را نمیفته؟ مگه چند تا عضو خاک برزد؟ البته این کشور قوانین خیلی سختگیرانه ای هم داره، شاید پشمتون بریز اگه بگیم که سنگاپوره. همون کشور آرزو که بعد از دیدن این ویدیو کلا اصلا زندگی توش پشیمون میشی. این کشور 69%ش مالایی ها تشکیل دادن. هر دین تو این کشور آزاده، ولی واسه مسلمان یه سری قوانین عجیب دارن. غیر مسلمان هر جور که عشقشون میکشه میتونن زندگی کنن. مثلا یا اگه وسط کشور مسلمان دیسکو بار دیدی نباید تعجب کنی، باید با سر بری توش. البته اگه غیر مسلمانی، اگه مسلمانی که لب به نجسی بزنی دهنتو میگیرن جر میدن. حتی هتل مسلمان از غیر مسلمان جداست. تازه اگه مسلمان روزه نگیره دو طرفشو میگیرن، انقدر میکشن تا پاره بش. میگن اگه 3 هفته پشت هم نه نماز جمعه، هفته 4 بعد بری تو زندان بخوابی. بله 6 ماه حبس داری. میبرن بند قاتلای محترم که اونجا ازت موتوری میکشن. حجاب آزاده و مسلمان باید رعایت کنه. مسلمان حق تغییر دین نداره. سانسور میکنن. بله اونجا هم تا خشتک فیلم آهنگا رو سانسور میکنن. یک کلیپ شامپو دیده بودم که طرف با روسری رفت موشو شست. دقیقاً تا سال 2021 جز مسلمونا کسی حق استفاده از خدا رو نداشت. به جای خدا حافظ میگفتن اون حافظ، یا همونی که خودت میدونی حافظ. هیچ کس تو خیابون حق بغل کردن، بوس کردن و لیسیدن هم دیگر نداره. ازدواج بین قومیت نداریم. عاشق شدی طرف بودایی غلط کردی مرد که پشت فیوز. با این چیزا هنوز یکی از کشورهای توریستی دنیاست. پاسپورتش هم بالاترین سطح رو داره. خیلی هم پیشرفته است. حالا با این تفاصیل، اگه بخوان بهت اقامت بدن، اقامت این کشور رو میگیری یا میمونی تو ایران؟